سخن را سرای است ای خیرت مند و بن سخن میان سخن خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوی از سخن تا نبیند خموش به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و دلبند سنف هشتم عزیزان جان شاگردای محترم مکتب خادی به درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید به جلسه بیستم رسیدیم عنوان درس امروز شما منابع انرژی است در حوزه ادبیات دری در قسمت دوم در بخش دوم میرسیم در حوزه دستور زبان به یک مفهومی تحت عنوان قید دوستان عزیز در فضای مجازی ما را دنبال کنید و نظر و پیشنهادات خودتان را برای ما روان سازید نمبر ارتباطی ما با شما 2964-780-255-413 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خوبان دری زبان هستیم عزیزان جان شاگردان دلبند به جلسه نو خوش آمدید های خب عزیز قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم بررسی میکنیم در جلسه قبل گفته بودیم که تفاوت پسینه و پسفند را بیان بکنید با ذکر مثال توضیح بدهید خب نگاه کنید دوستان در جلسه قبل اگر خاطرتان باشد ما این دو کلمه را یک بار دیگر اگرچه در حوزه دروس یاداوری است یعنی درس هایی که قبلا شما خوانده اید و تنها در جلسه قبل مرور ای بحث ها شد حال میخواییم یک بار دیگر درس قبل و در حوزه دستور زبان با هم مرور بکنیم تفاوت بین پسوند و پسینه میخوایم ببینیم که این دو کلمه ای که از نظر ظاهری به شدت به یکدیگر شبیه هستند چه تفاوتی با هم میکنن خب میگوییم که در زبان دری ما تنها یک پسینه داریم در زبان دری تنها یک کلمه است که نشانه پسینه است او کلمه چیه دوستان؟ او پسینه را میباشد پسینه را نگاه کنید دوستان؟ پس پسینه در زبان دری تنها نشانه چیست؟ نشانه راست ما این نشانه را به عنوان پسینه میشناسیم خب حالی ویژگی های این پسینه چیست؟ میگوییم که در زبان دری وقتی که را در داخل جمله می آید را در واقع او پسینه است که مشخصه یک نقش دستوری است تحت عنوان مفعول پس هر زمانی که را در جمله بود بدانید که اسم قبلش کلمه قبلش می شود مفعول مثلا به طور مثال میگوییم چی کودک شیر را خورد نگاه کنید دوستان میگوییم کودک شیر را خورد خب را میشود چی؟ را اینجا میشود پسینه شیر نقش چیست؟ مفعول است خب حال یک نکته دوستان وقتی ما پسینه را را در داخل جمله داشتیم که این را گفتیم به اسم قبل خود برمیگشت و او اسم که از نظر نقش دستوری میشد چی؟ مفعول حال اگر ای را در داخل جمله ذکر شود اسم قبلش میشود مفعول چی؟ مفعول معرفه مفعول معرفه یعنی چی؟ یعنی اون مفعولی که ما او را میشناسیم منظور ما از کودک کسی است که او را هم من میشناسم هم تو میشناسی یعنی اون شخص برای ما شناساست برای ما مشخص است برای ما در واقع روشن و واضح است چه زمانی؟ زمانی که در واقع این را در داخل جمله ذکر شده باشد این پسینه را آمده باشد حالا اگه پسینه نیاید چی؟ به طور مثال چی میگوییم؟ کتاب خواندم اگر جمله بگوییم درستش من کتاب خواندم من کتاب خواندم یعنی چی دوستان وقتی بیان میکنید من کتاب خواندم باز هم میگوییم که در واقع کتاب نقش چی میشود نقش کتاب میشود همون کلمه مفعول چرا چون گفتیم کلمه مفعول کلمه است که در ساختار جمله هر زمانی که بیان می شود در جواب دو سوال است این سوال ها چیست؟ چه چی کسی را؟ چه چی چیزی را؟ چه چی چیزی را خاندی؟ چه چیزی را خاندی چه چیزی را نگاه کنیم وقتی میگویم چه چیزی را نقش مفعول خودش را نشان میدهد میگوییم من کتاب را خواندم حالا در داخل جمله من کتاب را خواندم آیا حرف را پسینه را را شما میبینید؟ نه پسینه نیست ولی آیا کلمه ای کتاب مفعول نمیشود چرا میشود ولی چون پسینه را ذکر نشده کتاب از نظر نقش مفعولی نشود مفعول نکره مفعول نکره یعنی مفعولی که شما نمیشناسید من این کتاب را نمیشناسم که این کتابی که خواندم چه کتابی است برای شما واضح است روشن است روشن نیست پس این میشود تفاوت بین پسینه که اگر در داخل جمله ذکر بشد برای مفعول اگر بیاید حرف را پسینه را مفعول معرفه می شود اگر پسینه را ذکر نشود مفعول نکره می شود ولی به طور کلی نقش پسینه را می شود حال بگوییم پسوند پسفند چیست؟ پسفند در واقع او کلمات نامستقلی هستند که در ساختار جمله وقتی ذکر می شوند می آیند به یک کلمه مستقل اضافه می شوند و معنای جدیدی برای او کلمه خلق می کنند نگاه کنید شاید عزیز پس همان طور که می بینیم یک تفاوت پیش می ما ابتدا تعریف را بنویسیم پشوند پشوند پس چی شد؟ می کلمات نامستقل که به کلمات مستقل اضافه شده و معنای جدیدی ایجاد می شود دوستان پس یک ویژگی دارد و او ویژگی چیست؟ او ویژگی است که کلماتی که تحت عنوان پسینه یاد میشد کلماتی شیر نامستقل هستند که به کلمه دیگر اضافه میشود و باعث شکل گیری یک کلمه جدید با معنای جدید میشد مثلا نگاه کنید دوستان ما یک کلمه داریم مثالش میشود مانند کلمه عروسک عروسک عروض یک کلمه مستقل است چرا؟ چون معنای کاملا مستقل و جدایی دارد در های او چی پسوندی اضافه شده؟ پسوند حرف کاف که این میشود پسوند یا کنید دوستان؟ پس حرف کاف میشود پسوند حال این پسوند هست چون بعد از در واقع جزء مستقل کلمه مستقل ذکر شده میشود پسوند اگر قبلش میاد میشود چی دوستان؟ پشوند نگاه کنید حال اضافه شده شده عروسک معنای عروس چیست یک معنای است که یک دختری که آماده است وارد خانه بخت شود و معنای عروسک چیست یک اسباب بازی است که بچه های کودک اطفال با او بازی میکنن نگاه کنید معنا چقدر با یک فرق میکنند وقتی یک پسفند حرف که در انتهای کلمه ایجاد میشود اضافه میشود معنای جدیدی خلق میکند در حالی که ما گفتیم پسینه چی بود؟ پسینه یک حرف را بود ما حرف را را داشتیم به طور مستقل در جمله میآمد و به هیچ کلمه اضافه نمیشد پسینه تنها در واقع نقش مفعول را بیان میکرد در حالی که پسینه چیه دوستان پسینه ای را دارد پسوند کلماتی هستند که جمع میشد اضافه میشد به یک کلمه مستقل و معنای جدیدی ایجاد میکرد خب شاید های عزیز وارد درس نو شویم درس امروز ما تحت عنوان منابع انرژی است بدانی که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری در حوزه های مختلف نیازمندی است که ما تمام فابریکه ها، کارخانه ها، تمام نهادها، ها، ارگان های تولیدی برای در واقع چرخش چرخه اقتصاد خود نیازمند به یک سری موادی هستند که تحت عنوان مواد انرژی یا منابع انرژی از او یاد میکنیم حال می‌خوایم امروز یک سری معلوماتی برای شما خطاب شما در حوزه انرژی بدهیم و با منابع انرژی بیشتر آشنا شویم خب در ابتدا میگویم ضرورت منابع انرژی چرا ما منابع انرژی برایمان اهمیت دارد و در واقع در مورد اهمیت و ضرورت این منابع امروز میخواهیم گفتگو کنیم در ابتدا می‌گوییم که نخستین ضرورت منابع انرژی پیشرفت جوامع انسانی است دانید که جوامع از حالت سنتی از ابتدایی به شکل پیشرفته به شکل صنعتی تغییر شکل پیدا کرده است یکی از چیزهایی که در واقع ویژگی جوامع جدید است نسبت به جوامع ابتدایی و کارگیری منابع انرژی در حوزه های مختلف است و هر چقدر جوامع پیشرفته تر می شود استفاده از این منابع انرژی نیز گسترده تر می گرده. دوم در واقع عاملی که باعث ضرورت این منابع انرژی می شود دوستان محدودیت منابع انرژی است از آنجایی که انرژی هایی که ما داریم در حوزه های مختلف چه انرژی پاک باشد چه انرژی انرژی تجدید ناپذیر باشند انرژی هایی هستند که محدودیت دارد و کم هست از این نظر که کم هست پس باید در استفاده از این منابع انرژی ید طولایی داشته باشیم کوشا باشیم و دقت نظر را داشته باشیم که این منابع را به راحتی به هدر ندهیم سومی دوستان تلاش برای یافتن انرژی های بیشتر است میگوییم که برخی از انرژی هایی که شکل قدیمی تر دارن انرژی هایی مانند زغال سنگ، مانند تل، مانند در واقع انرژی هایی که در قدیم استفاده می شود. نفت این انرژی ها انرژی هستند که زود تمام می شود، محدود است برای ما مهم است که ادامه حیات یک جامعه بشری نیازمند انرژی های جایگزین است باید تلاش بکنیم که شکل جدیدی از انواع انرژی منابع انرژی را در حوزه جوامع خود وارد کنیم و در واقع آخرین مورد کاهش نیروی انسانی است وقتی که منابع انرژی وارد حوزه فابریکا می شود وارد کارخانجات می شود وارد منابع و مراکز تولیدی میگردد باعث می شود که جمعیت زیادی که در این در واقع کارخانه ها ها مشغول کار هستن از شدت آنها کاسته شود یعنی انرژی ها جایگزین نیروهای انسانی می شود و شکل ساختاری نظام های تولیدی را تغییر می دهن. خب دو سال در ادامه میپردازیم به انواع منابع انرژی و منابع انرژی را با همدیگر بررسی میکنیم خب منابع انرژی دوستان میدانیم که به طور کلی ما دو نوع منبع انرژی داریم یا منابع انرژی ما منابع تجدید پذیر هستن و یا هم منابع انرژی ما تجدید ناپذیر هستن تفاوت این دو نوع انرژی با یکدیگر در چیست؟ میگویم که انرژی های تجدید پذیر به طور کلی او انرژی هستند که از نظر تمام شدن امکان پذیر نیستند یعنی محدودیتی در استفاده از این انرژی ها نیست این انرژی ها روز به روز تولید میشوند و تمام نمیشوند. یک گستردگی بسیار خاصی در حوزه این انرژی ها رویت می شود به طور مثال ما میگوییم انرژی خورشید یا همون انرژی آفتاب که در واقع میگویند مادر تمامی منابع انرژی دو سال خورشید است یا همون آفتاب است که تمام انرژی ها از انرژی خورشیدی در واقع تغذیه می کنند و پایه تمام منابع انرژی به شمار می رود خورشید امروز میتابد. فردا هم میتابد پس فردا پس این فردا سال دیگر سالهای بعد قرن بعدی قرنهای دیگر یعنی هیچ انرژی خورشیدی از بین نمی رود این را می یک انرژی تجدید پذیر چون به طور کلی همیشه هست و از بین نمی رود. و یک اثر مهم به دیگری که دارد در حوزه محیط زیست نه, آلا... نه آلاینده است نه موجب آلودگی هوا می شود و تحت عنوان انرژی پاک از او یاد میکنن انرژی بعد دید دوستان در حوزه انرژی های تجدید پذیر انرژی باد است میدینید که یکی از چیزهایی که خیلی از جوامع پیشرفته هنوز که هنوز است از او استفاده میکنند از انرژی باد ها هستند توربین های بسیار بزرگی در مناطق بادخیز در واقع نصب میگردد و با چرخش این توربین ها انرژی ها پاکی وارد در واقع حوزه انرژی در کشورهای مختلف میشود در بیابان یکی از منابع بسیار یکی از مکان یکی از ساحات بسیار مساعد در حوزه انرژی های باد است که می با نصب توربین که در واقع بادی هستند این انرژی ها را جذب کرد این انرژی ها را ذخیره کرد و در حوزه های مختلف از او استفاده نمود به طوری که کشورهای مانند امریکا و انگلیس هنوز که هنوز است از این نوع انرژی استفاده میکنه چرا چون نه آلاینده است نه آلودگی دارد و نه از بین میرود، نه محدودیتی دارد همیشه و همیشه نیز در دسترس است انرژی بعدی دوستان انرژی آب است توربین آبی که در اطراف در واقع دریاها، رودخانه ها، پشت سطح ها اجاد میشد برای تولید انرژی برق یا در واقع الکتریسیته بسیار کاربرد دارد و میتواند ساخته شود. خود برق نیز دوستان میتواند یک انرژی باشد تحت عنوان منابع انرژی از او ذکر کرد. البته دوستان در کنار این انرژی های پاک که ما برایتان گفتیم انرژی هایی داریم تحت عنوان انرژی های تجدید ناپذیر یعنی انرژی هایی که هم محدود هستند هم دوباره تولید نمی شود همیشه در دسترس نیست ولی از سوی دیگر یک سری پیامدهای ناگوار دارد او پیامدهایی است که موجب آلودگی هوا می شود موجب تخریب تخریش در واقع طبقه اوزون می شود و بالای در واقع صحت و سلامت ما آثار نامطلوبی بر جای می گذارم این انرژی های تجدید ناپذیر کدام هستند دوستان یکی دوستان همون تل که نام دیگرش نفت است یکی از انرژی هایی است که به طور مستقیم انرژی خورشیدی بر بالای او اثر گذاشته و طی میلیون ها سال زمانی که برده باعث به وجود آمدن این انرژی در داخل زمین شده که امروز ما از او استفاده میکنیم در حوزه های مختلف برای گرمایش خانه از میشه استفاده کرد برای راه انداختن موتورهای کارخانه جات فابریکه ها میتوانیم از این انرژی استفاده بکنیم قدرت انرژی بسیار بسیار بالا نسبت به انرژی های مانند برق باد آفتاب و انرژی های تجدید پذیر است ولی آثار و پیامدهای ناگواری نیز به همراه دارد زغال سنگ نیز یکی از موارد انرژی های تجدید ناپذیر است زغال سنگ در واقع میدانیم که همون چی می باشد دوستان درختانی می باشد که در واقع سوخته شده سوزانده شده و باعث به وجود آمدن یک ماده جدید است که در حوزه سوخت و سوز بسیار بسیار مهم است بسیاری از کارخانه ها و فابریک ها در کابل ولایت کشور خودمون در پایتخت از زغال سنگ بسیار استفاده میکند. می کند که در فصل زمستان هوای کابل به شدت در واقع آلوده است و کثیف می باشد علت آلودگی موجود در فصل زمستان همه دگرگونی و دگردیسی هوا نیز که هوای شهر کابل متاسفانه در جریان نیست فضا ثابت است ساکن است و یه آلودگی ها وارد جب می شود چون در واقع باد آلودگی را از بین نمیبرد در تحرک نیست این آلودگی در جو باقی میماند و فضای شهر کابو را در فصل زمستان بسیار آلوده میکند یکی از مواد دیگر انرژی های تجدید ناپذیر انرژی اتمی است انرژی اتمی شکل جدید شکل نوین انرژی تجدید ناپذیر انرژی اتمی است که تنها برخی از کشورها از ای انرژی دارا هستند و می توانن استفاده بکنند و کشورهایی هستند که در زمره کشورهای ابرقدرت جهان جایگاه دارند انرژی در واقع اتمی میدانی که از یک عنصر کیمیاوی تحت عنوان اورانیوم گرفته می شود. با شکافته شدن ای در واقع عنصر انرژی بسیار زیادی از اتم موجود در اورانیوم در واقع استخراج می شود. که نقش بسیار بسیار بالایی در حوزه در واقع فابریکا و صنایع مختلف بر جای میگذارد می توانید هم از انرژی اتمی در حوزه برق استفاده کرد هم در حوزه تبابت می شود استفاده کرد و هم در حوزه خواهی مختلف کاربرد دارد که در واقع زمانی که اورانیوم به یک حدی غنی شود که تحت عنوان کیک زرد از او یاد می شود باعث آزادسازی اتم های موجود در او می شود و بسیار بسیار پر کاربرد است اگرچه انرژی اتمی میتواند آثار خوب پیامت های خوب داشته باشد ولی آثار منفی نیز بالای او متصور است به طوری که میبینیم در تاریخ اگر مشاهده بکنیم گاهی وجود نیروگاه‌های اتمی در برخی از کشورها و عدم امنیتی که در حوزه در واقع ایمنی کارخانها و ها موجود باعث به وجود آمدن آثار زیانبار شده حادثه چرنوبیل در واقع یک نیروگاه اتمی که در شمال کشور اوکراین می باشد یک حادثه در این نیروگاه اتمی چرنوبیل اتفاق می افتد در سنه 19, 1986 میلادی و باعث می شود که در واقع سیستم ایمنی و امنیتی در این نیروگاه دچار مشکل شود و بسیاری از در واقع دود حاصل از این نیروگاه ها وارد جو می شود و بسیاری از آدم ها را از بین می رود به طوری که بیان شده نزدیک 5 تا هفت هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم بالای این تاثیر از بین رفتن یا در سال 2011 در نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن نیز حادثه مشابه اتفاق می که متاسفانه ایمنی و امنیت موجود در ها و این نیروگاه ها چون مناسب و مساعد نبوده باعث بسیار خطرها و زیانهای اساسی می شود. در ادامه دوستان میگویم که استفاده از آسیاب بادی برای تهیه گندم در قرن‌های های تا اجده میلادی بسیاری از کشورهای اروپایی در قرون یعنی از قرن دوازه تا قرن هجده میلادی از انرژی باد برای آسیاب کردن گندم استفاده میکرد اگرچه گفتیم که امروزه از باد در حوزه تولید انرژی برقی بیشتر استفاده میکنند کشورهای غربی استفاده از انرژی باد توسط کشورهای پیشرفته مانند هلند، انگلستان و امریکا که برای شما بیان شد دوستان استفاده وسیع از انرژی برق در جهان از قرن 19 چون میدانید که از قرن 19 که در واقع برق اختراع می شود به شکل کاملا وسیع گسترده و, و عمیقی از این انرژی در حوزه های مختلف استفاده می شود تجزیه اتم و استفاده از انرژی اتمی که برایتون دوستان بیان کردیم که یک نقش بسیار شگفت آوری در حوزه انرژی ها دارد انرژی اتمی در مقدار کمی که دارد می تواند آثار بسیار بالایی داشته باشد انرژی بسیار عمیق بسیار گسترده است که از شکافتن اتم اتم موجود در اورانیوم در عنصر اورانیوم در واقع خارج می شود و یک انرژی بسیار جالب و جذاب است استخراج انرژی اتمی از اورانیوم قنی شده که براتون گفتیم تولید برق بسیار زیاد از انرژی اتمی به طوری که امروز بیان می شود نزدیک نزدیک 8 درصد از انرژی برق کل دنیا دوستان از انرژی اتمی گرفته می شود. نزدیک 23 درصد از انرژی های کارخانه ها و فابریکه های موجود در کره زمین حاصل همین انرژی اتمی می باشد. خب بخش دوم دوستان در حوزه دستور زبان آشنا میشوی ما و شما با یک مفهومی تحت عنوان قید خب میخوایم ببینیم قید چیست میگویند که قید کلمه ای است که فعل را توضیح میدهد و به مفهوم فعل چیزی اضافه میکند پس میگویم به طور کلی دوستان یک کلمه سه قسم است یک کلمه سه قسم دارد یا کلمه اسم است یا کلمه حرف است یا کلمه چه دوستان فعل است اسم فعل حرف سه جزء است که می یک کلمه داشته باشد یک در واقع یک کلمه بگیم از این سه شکل خارج نیست حال قید کلمه ای است که توضیح می بیان می کند بیان بیشتر چه کلمه ای چه؟ کدام یک از اقسام کلمه را فعل را توضیح می خب از آنجایی که فعل مفاهیم متعددی دارد قید هم انواع بسیاری دارد چرا چون میگوییم که ما انواع فعل داریم فعل چیه یا فعل ماضیه یا فعل مزاره یا فعل در واقع استمراجیه و اشکال مختلف متعددی برای فعل میتوان تصور کرد حال متناسب با اینکه افعال انواعی دارد قیدها ها هم انواعی دارد که تحت عنوان قیود یاد میکنیم حالا می یه قیود چیست قید پرسشی قید تاکیدی و قید نفش یه انواع قید هستن که میخوایم برای شما توضیح دهیم به طور مثال میگویم چی؟ حتما فردا باران میبارد حتما فردا باران میبارد نگاه کنید دوستان خب اصل جمله چیه؟ اصل جمله این بوده که باران میبارد باران میبارد این اصل جمله بوده چرا؟ چون باران میشود نهاد ما فاعل جمله ما میبارد میشد فعل ما حال گفتیم که در واقع او چیزی که قید توضیح میدهد چیه؟ فاعل یا فعله؟ گفتیم فعل جمله خب ما میگوییم حالا کدام کلمات در این جمله کدام کلمات در جمله دوستان چیه قید است یکی میگوییم که حتما قید است یکی هم کلمه فردا رو میگوییم قید است این دو کلمه قیود در واقع موجود در جمله حتما و فردا جفتش قید است که به به باریدن در واقع برمیگردد خب نکته نکته اولی که قید برخلاف صفت به اسم و جانشین اسم چیزی اضافه نمیکنه این ویژگی قید است دوستان که در واقع چیکار میکنه نه به اسم و نه به جانشین اسم که در واقع کلمه زمیر است چیزی اضافه نمی کند در حالی که ما گفتیم صفت کلمه است که توضیح بیشتر چی را میدهد اسم را میدهد یا زمیر را میدهد درسته مانند چی مانند می گفتیم آسمان آبی آبی صفت است که برمیگردد به آسمان و توضیح بیشتری برای آسمان است در حالی که میگوییم که صفت توضیح بیشتر اسم است قید توضیح بیشتر کدام کلمه بود؟ فعل بود حالی نکته دوم مشخصه قید در زبان دری آن است که میتوان آن را از جمله حذف کرد بدون اینکه معنای جمله ناقص شود پس مهمترین ویژگی مهمترین خصوصیت قید است که قد در واقع در وجود جمله در ساختار جمله قابل حذف است شما به راحتی می توانید این کلمه را با این نقش دستوری حذف کنید و آب از آب تکان نخورد معنای جمله ناقص نشود به طور مثال میگویم متاسفانه من در امتحانات مکتب کامیاب نشدم اصل جمله مثلا چی بوده دوستان من در امتحانات مکتب کامیاب نشدم این جمله بوده که ما در ابتدای همین جمله چه آوردیم از قید حالت استفاده کردیم و کلمه متاسفانه را ذکر کردیم حالا این متاسفانه اگر از ساختار جمله شما حذف کنید چه اتفاقی افتد؟ آیا معنای جمله تغییر میکند آیا معنای جمله ناقص میشود نه که شود من در امتحانات مکتب کامیاب نشودم شما قید حالت را از ابتدای جمله حذف کردید حالتتان را دیگه بیان نکردید ولی معنای جمله به طور کامل به مخاطب منتقل شد <متصفيق> خب کار خانگی جلسه آینده شما شاگردای عزیز قید را با ذکر مثال توضیح دهید خوب شاگردای عزیز و گرامی سنف هشتم در پایان جلسه امروز رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید جلسه امروز خلاص شد راه های ارتباطی ما با شما را فراموش نکنید کانال ارتباطی ما با شما خوبان دری زبان دو سفر دو و است دوستان من همونطور که برای شما زیر نویس میکنن ای را در حافظه خود بسپارید دوستان عزیز شما رو به الله پاک میسپارم خداوند یار و نگهدارتان